اولی مراسم افطار کاخ سفید به میزبانی پرزیدنت ترامپ و با حضور جمعی از دیپلمات‌های کشورهای مسلمان روز چهارشنبه برگزار شد. همزمان جمعی از مسلمانان در خارج از کاخ سفید به منظور اعتراض به سیاست‌های دولت ترامپ علیه مسلمانان دست به اعتراض زدند. جزئیات بیشتر در گزارش مایکل براون. چهارشنبه پرزیدنت ترامپ در اولین میزبانی مراسم افطار کاخ سفید خطاب به جمعی از مسلمانان دعوت شده ضمن تبریک ماه رمضان گفت این مراسم یک سنت مقدس یکی از ادیان بزرگ دنیا است. To each of you and to the Muslims around the world, Ramadan Mubarak. به تک تک شما و مسلمانان سراسر دنیا رمضان را تبریک میگویم. امروز دور هم جمع شده ایم تا یکی از سنت‌های مقدس یکی از ادیان بزرگ جهان را پاس بداریم. در دین اسلام مراسم افطار پایان یک روز روزه‌داری و بازتاب معنوی است که در طول ماه مقدس رمضان نمود پیدا می‌کند. پرزیدنت ترامپ برخلاف چندین رئیس جمهور پیشین آمریکا در اولین سال ریاست جمهوریش مراسم افطار برگزار نکرد. جمعی از معترضان به سیاست‌های دولت ترامپ علیه مسلمانان نیز همزمان با برگزاری اولین مراسم افطار در بیرون کاخ سفید دست به اعتراض زدند. We're here protesting the White House iftar that was announced earlier over the weekend. بعد از اینکه آخر هفته گذشته کاخ سفید مراسم افطاری را اعلام کرد ما اینجا جمع شدیم. این نهایت دوروی دونالد ترامپ که از یک طرف مانع ورود مسلمانان میشه و از طرف دیگه جمعی از دیپلمات ها رو برای مراسم افطار به کاخ سفید دعوت میکنه. این ریاکاریه و واکنش او با منع ورود مسلمانان و سخنرانی های نفرت پراکنانه‌اش درباره مسلمانان در شأن آمریکا و رئیس جمهوری نیست. در زمان مبارزات انتخاباتی 2016 پرزیدنت ترامپ خواستار ممنوعیت کامل ورود تمامی مسلمانان به ایالات متحده شد و دستورات اجرایی متعددی را برای محدود کردن مهاجرت کشورهای اکثریت مسلمان امضا کرد.